سخن هفته پیش درباره دل به پایان نرسید، این هفته آن را دنبال می کنم. گفتم که دل واژه‌ای است فارسی و در همه زبان‌های بزرگ هندو اروپایی واژه‌ای که به کار می‌رود هم ریشه است با دل. در انگلیسی هارت، در آلمانی هرتز، در فرانسه کر که مانند کوراسون در اسپانیایی و کور در ایتالیایی از کور در لاتین می‌آیند. در روسی سرتس و در آلمانی سیرت سیرت. دیسه اوستایی دل زرد است که همریشه است با سانسکریت هرت و یونانی کاردیا و لاتین کور. همه این واژه های خیشوند از پوروا هندو اروپایی یعنی زبان مادر همه زبان های هندو اروپایی می آیند، از واژه کر. گفتم که واژه عربی قلب به احتمال زیاد عربی نیست، عربی آن را به احتمال از یکی از زبان‌های هندو اروپایی گرفته است. واژه‌های معتبر عربی همتای عبری دارند. قلب همتای عبری ندارد. واژه دل در عربی لب است که همتای عربی آن می‌شود لب به معنای دل میان. همچنین گفتم که در عربی قلب به معنای دل با قلب به معنای تغییر و دگرگونی رابطه ندارد. مانند این است که سه واژه فارسی شیر، جانور درنده، شیر که می نوشند و شیر آب هر سه را از یک ریشه بپنداری. گفتم که در گذشته دل را جایگاه عشق و مهر و عاطفه و احساس می دانستند و هنوز هم می دانند. در بسیاری دین ها به دل ویژگی های روحانی و متافیزیک عجیب و غریب گوناگون نسبت می دادند. مثلا آن را جایگاه روح می دانستند. امروزه می دانیم که همه این پندارها را دانش نوین رد می کند. در اون گفتار نحوه کار دل را یعنی انقباض و انبساط آن را به کوتاهی شرح دادم، در اینجا تکرار نمی کنم. گفتم که دل تلمبه‌ای مکانیکی بیش نیست. با پیشرفت‌های بزرگی که در زیست شناسی و پزشکی شدند، امروز انسان انواع و اقسام جراحی ها را روی دل انجام می دهد یا حتی آن را عوض می کند و دل کس دیگری را به جای آن پیوند می زند. اینها همه به روشنی نشان می دهند که دل دستگاهی است مکانیکی مانند دیگر اندام های تن انسان و جانوران. علت این که دل را با عشق و مهر و عاطفه و احساس پیوند داده اند این است که تپش دل انسان در برخی شرایط افزایش می‌یابد. از ترس، از شرم، بازگشت برخی خاطره ها به ذهن، دیدن معشوق و بسیاری وضعیت های دیگر. آنچه باعث افزایش تپش دل می شود راجمان یا سیستم عصبی انسان است که از مغز فرمان می گیرد. در مغز بخشی هست به نام هیپوتالاموس که مرکز احساسهای انسان است. هرگاه انسان در وضعیتی قرار گیرد که این مرکز تحریک شود، با ترس، با بیاد آوردن خاطره یا با عاملهای دیگر، هیپوتالاموس از راه شبکه عصبها پیامی به دو قده بالای کلیه ها می فرستد. این دو قده چند هورمون ترشح می کنند به ویژه ادرنالین که وارد خون می شوند. در آمدن این هورمون ها به خون است که باعث می شود ریتم تپش دل افزایش یابد و نفس زدن بیشتر شود. از آنجا که انسان در گذشته این چیزها را نمی دانسته، عشق و مهر و عاطفه و احساس را به غلط به دل نسبت داده. از این رو در همه زبان های جهان واژه دل در مورد هایی به کار رفته که در واقع به آن بستگی ندارند. به نمونه های آن در فارسی نگاهی بیندازیم. پیشتر گفتم که ابو علی سینا واژه دل را به جای قلب به کار می برده و نمونه هایی از رساله رگشناسی او به دست دادم. در این نمونه های شعری هم دل به معنای اندام بدن به کار رفته است. عنصری کف یوز پرمغز آهوبره همه چنگ شاهین دل گودره. گودره یعنی بچه گوزن. سعدی دل می تپدن در بر سعدی چو کبوتر زین رفتن و باز آمدن کبک خرامان. حال کاربرد دل به معنای مرکز عاطفه و احساس.
فردوسی. دلی کوز درد برادر شخود، دوای پزشکان بدون نیست سود. دقیقی. گر دست به دل برنهم از سوختن دل، در اینجا دل نخستین به معنای اندام تن است، دل دوم به معنای مرکز عاطفه. گر دست به دل برنهم از سوختن دل، انگشت شود بیشک در دست من انگشت. انگشت به معنای زغال است. دل به معنای شجاعت، جرأت. فردوسی. دل و پشت گردان ایران تویی، به چنگال و نیروی شیران تویی. چو خسرو دل و زور او را بدید، سبک تیغ تیز از میان برکشید. همچنین در فارسی داریم شیردل، بزدل، کمدل، پردل. دل به معنای نیت و عزم، نظامی. بدین دل که از کدامین در درآیم، کدامین گنج را سر برگشایم. فردوسی. کجا شد دل و هوش و آیین تو، توانایی و اختر و دین تو؟ معنای دیگر دل مرکز و میان است. دل روز، دل شب، یعنی میانه شب. حافظ. دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. دل زمین کنایه است از گور که مرده را در آن نهند. دل آسمان یعنی میان آسمان. نمونه های دیگر از معنای میان، مرکز. شیخ محمود شبستری در گلشن راز. اگر هر قطره را دل بر شکافی، برون آید از او صد بحر صافی. باز هم شبستری. درون حبه‌ای صد خرمن آمد، جهانی در دل یک ارزن آمد. 500 سال بعد هاتف اصفهانی به تقلید از شبستری میگوید دل هر ذره‌ای که بشکافی، آفتابیش در میان بینی. در فارسی شمار واژه‌هایی که با دل ساخته شدند و با احساس و عاطفه و عشق سر و کار دارند بسیار است. چند نمونه: دل بردن، دل باختن، دل بریدن، دل دادن، دل رو بودن، دلدار، دلداری دادن، دلنشین، دلانگیز، دلربا، دلارام، دل سوختن، دل شکستن، دل شکسته، دل کندن، دل آزرده، دل آسوده، دل بسته، دل پسند، دل سنگ، دل سیاه، دلگیر، دل نازک، دل مرده، دل واپس و دیگرها و دیگرها. در برنامه پیش گفتم که یونانیان باستان پزشکان نامبرداری داشتند که بنابر آگاهی‌های آن زمان درباره دل نظرهای داده بودند. نامدارترین پزشک جهان باستان تا پیش از انقلاب بزرگ علمی در اروپا کلادیو گالنوس بود که در صدی دوم پیش از میلاد میزیست. در عربی او را جالینوس مینامند. جالینوس معتقد بود که دو نوع خون در تن روانند: خونی که در جگر زاده می شود و در سیاه رگ‌ها حرکت می کند، و خونی که در دل پدید می آید و در سرخ رگ‌ها روان می شود. ابو علی سینا پیرو نظر پزشکان یونانی بود که مانند بقراط می پنداشتند که بدن از چهار خلط یا ماده اساسی ساخته شده که عبارتند از صفرا، سودا، بلغم و خون. خلط ها هر یک ویژگی هایی دارد: تر است یا خشک، گرم است یا سرد. ابو علی سینا می پنداشت برای اینکه دل خوب کار کند باید این خلط ها با هم در تعادل باشند. به زبان خود او در رساله رگشناسی، خلط ها چهارند: یکی خون پاکیزه چون اصل، و دیگر بلغم که نیم خون است و خون نارسیده است، و سیوم صفرا که کفک خون است، و چهارم سودا که دردی و سفل خون است. جگر جایگاه زایش خلط هاست. از این گذشته ابو علی سینا میپنداش که در بدن چهار نوع روح وجود دارند. به زبان خودش: و بالجمله روح های اصلی چهارند: یکی روح حیوانی که اندر دل بود و وی اصل همه روح هاست، و دیگر روح نفسانی که اندر مغز بوده، و سیوم روح طبیعی که اندر جگر بود، چهارم روح تولید یعنی زایش که اندر خایه بود، و این چهار روح ها میانجی ها اند میان نفس به غایت پاکی. و علم رگ که علم نبض خوانند، علم حال روح است.
در دانش امروزین این نوشته ها شگفتانگیز و نپذیرفتنی هستند، زیرا بر پندار و خیالبافی نهاده شدند و دلیل های براختی ابژکتیو از آنها پشتیبانی نمی کنند. ولی باید دانست که در آن زمان که دوران پیش از انقلاب های دانشیک بود، چنین برداشت هایی از پدیده های جهان معمول بود. برای هر چیزی که نمی توانستند توضیح دهند، خواستگاه متافیزیک در اینجا انواع روح می تراشیدند. یکی از مهمترین مسئله های ناشناخته پزشکی رابطه میان دل و ششها بود. جالینوس می پنداشت که جداره میان بخش راست و بخش چپ دل دارای سوراخ های بسیار ریزی است که به چشم دیده نمی شود. خون با گذشتن از این سوراخ ها از سمت راست به سمت چپ می رود و در آنجا با هوا می آمیزد و سپس در اندام ها روان می شود. تا سده 13 میلادی هیچ یک از پزشکان پس از جالینوس، از آن میان ابو علی سینا، این نظر را که اشتباه بود به چالش نکشید. نخستین کسی که به گردش خون در ششها پی برد ابن نفیس دمشقی بود در سده 13 میلادی، 200 سال پس از ابو علی سینا. او به درستی کشف کرد که خون از بطن راست به ششها می رود، در آنجا هوا می گیرد و به دهلیز چپ باز می گردد. پس از گذشتن از بطن چپ به رگ آورت رانده می شود. باید دانست که نظر ابن نفیس تنها به رابطه میان دل و ششها مربوط می شود، نه به گردش خون در سراسر بدن. نخستین اروپایی که همان کشف ابن نفیس را تکرار کرد، پزشک و خداشناس اسپانیایی میکائل سروتیس بود در نیمه سده 16. ویلیام هاروی، پزشک انگلیسی، در سده 17 نخستین کسی است که گردش کلیه خون در سراسر بدن را کشف کرد و به رابطه میان سرخ رگ ها و سیاه رگ ها پی برد. سپس مارچلو مالیپیگی ایتالیایی در نیمه سده 17 راجمان سیستم موی رگ ها را کشف کرد که سرخ رگ ها و سیاه رگ ها را به هم می پیوندند. تا آغاز سده 19 پزشک با گرفتن نبض و لمس بدن بیمار و دیدن زبان در پی تشخیص بیماری برمی آمد. در سال 1816 پزشک جوان فرانسوی آقان لنک نخستین استتسکوپ، گوشی پزشک، را اختراع کرد که با آن می شد صدای انقباض و انبساط دل را به خوبی شنید و به برخی از ناهنجاری ها پی برد. نخستین الکتروکاردیوگراف، یعنی دستگاهی که فعالیت برقی الکتریکی دل را ثبت می کند، در سال 1872 اختراع شد. در آن موقع هنوز انسان نمی دانست که چرا دل فعالیت برقی الکتریک دارد. نخستین عمل جراحی روی دل در آغاز سده 19 انجام گرفت که در واقع روی خود دل نبود، به پریکارد یعنی کیسه پیرامون دل مربوط می شد. نخستین دستگاهی که با آن فشار خون را اندازه می‌گیرند در سال 1876 اختراع شد که پرسون دقیق نبود. نخستین فشار سنج پرسون را پزشکی روسی در سال 1905 اختراع کرد. فشار خون سنج کنونی را ویکتور پچون در سال 1909 ساخت که در جنگ جهانی یکم کاربرد بسیار داشت. نخستین جراحی بر روی خود قلب در سال 1895 در اسلو نروژ انجام شد. دل جوان 24 ساله‌ای در دعوا چاقو خورده بود. بیمار چند ساعت پس از عمل جراحی درگذشت. نخستین عمل جراحی بی پیچیدگی در پایان سده 19 در سال 1896 در آلمان انجام شد. در سال 1907 پزشک انگلیسی آرتور کیث و دانشجویش مارتین فلک کشف کردند که چرا دل میتپد. در دیواره بالایی دهلیز راست ناحیه‌ای وجود دارد که مرکز تولید برق دل است و با ریتمی نشالهای سیگنالهای برقی به درون ماهیچه‌های دل میفرستد و دل را به انقباض در میآورد. سپس انسان پی برد که اگر ریتم تپش دل نامنظم شود، میتوان با تأثیر گذاشتن بر این مرکز آن را درمان کرد.
نخستین پیس میکر یا گامساز در سال 1926 در دانشگاه سیدنی استرالیا ساخته شد، ولی دستگاه بسیار بزرگی بود که بیمار را به آن وصل میکردن. نخستین گامسازی که درون دل کار میگذارند در سال 1958 در سوئد ساخته شد. نخستین عمل جراحی دل باز، یعنی عملی که در آن دل را از کار باز می‌دارند و ماشینی خون را به بدن می‌رساند، در سال 1960 در آمریکا انجام شد. نخستین عمل پیوند دل را دکتر کریستیان بارنارد در سال 1967 در آفریقای جنوبی انجام داد. دل بیمار 54 ساله ای را که درمان ناپذیر بود بیرون آورد و دل کس دیگری را که جان داده بود جایگزین آن کرد. بیمار 18 روز زیست و چون بدنش دل را نپذیرفت درگذشت. با پیشرفت‌هایی که در این 50 ساله گذشته روی دادند، همکنون هر سال در سراسر جهان در حدود 3500 جراحی پیوند دل انجام می‌گیرند. متوسط مدت زنده ماندن پس از پیوند دل همکنون 15 سال است. در برخی موردها زندگی پس از پیوند به بیش از 20 سال هم رسیده. وقت ما به پایان رسید. در آینده‌ای نه چندان دور دل‌های مصنوعی در سینه بیماران جای خواهند گرفت و در آینده‌ای دورتر انسان خواهد توانست با کشت سلول‌ها و بافت‌های بدن برای بیمار دل مصنوعی از پوست و گوشت بسازد. همه اینها بیشک نشان می‌دهند که برخلاف آنچه پیشینیان می‌پنداشتند، دل مرکز احساس و عاطفه و عشق و مهر نیست.